من الان داشتم به دکتر هوبان میگفتم که من خیلی موقع ها با غذا میوه میخورم و به من گفتن که نباید این کار انجام بدم. بله. اگه کتاب منو خونده بودی خوندی نصفشو؟ مثل نصفشو خب فارسیشو انگلیسیشو خوندم تا یه حدی. اوکی. خب ببین، میدونی که آبو نباید با غذا خورد. بله. میدونی چرا؟ نه. خب حالا بذار آب توضیح بدم، برای اینکه آبم خیلی مهمه. معمولا من میگم معمولا مثلا من میگم تا قبل از غذا اگه خواستی آب بخوری اشکال نداره، حتی تا 5 دقیقه قبلش. اوکی. چون تا میخوری میره پایین. بله. ولی بعد از غذا وقتی آب بخوری، خب غذا توی معده است دیگه. درسته. آب میمونه روش. بعد توی معده باید غذا هضم بشه. یه مقدار آنزیمای هضم غذا مثل هایدروکلوریک اسید، پپسین و خیلی چیزای دیگه هستش که توی معده باید باشه. وقتی آبو میخوری اون آنزیما رو رقیق میکنه، اون وقت هضم غذا مختل میشه. مختل میدونی یعنی چی؟ اصلا میخواستم بگم مختل یعنی یعنی خراب میشه هضم غذا، یعنی یه مقدار از اون درستی کمتر میشه کارش. خب حالا برای همین آبو نباید بعد از غذا خورد. حالا قبل از غذا اشکال نداره، چون گفتم میره پایین. میوه تقریبا یه همچون حالتی داره، ولی به دلایل دیگه. میوه هضمی که احتیاج داره توی معده، البته بستگی به نوع میوه داره، یه چیزی حدود بین مثلا 0 ثانیه تا مثلا 3-4-5 دقیقه احتیاج به هضم داره. 0 ثانیه چیه؟ یعنی مثلا اگر هندونه، طالبی، گرمک، از این ملن ها، اینا رو اگه بخوری، اینا تا میخوری فوری از معده خارج میشه. یعنی احتیاج به میوه‌های آبداری هستن. آره، و احتیاج به هضم نداره. بله. احتیاج به هضم اصلا نداره. اوکی. یعنی هیچ گونه هضمی لازم نداره. معده‌ها صاف میرن. بله. برای همین هم هست که مثلا هندوانه رو خیلی برای پاکسازی بعضی موقع استفاده میکنن. بله. حالا میوه‌های مثلا موز، خب یه مقدار بیشتر ممکنه 2-3 دقیقه طول بکشه، 3-4 دقیقه طول بکشه، یا بستگی به نوع میوه یه مقدار طول بکشه. ولی غذایی که شما میخورید چقدر طول میکشه هضم بشه؟ خب اگه گوشت و برنج باشه فرق میکنه. خب حس میکنه معمولا از 1 ساعت تا 3-4 ساعت. کله پاچه که بخوری که دیگه مثلا میدونی کله پاچه چیه؟ بله. فکر میکنم که دیگه تا فردا هضم نمیشه. خیلی طول میکشه، مثلا 5-6 ساعتی طول میکشه. بله. خب حالا شما فرض کن غذا رو خوردی، بعد روی این میوه میخوری، که میدونی که معمولا هر جا هم میرید مهمونی همیشه اول میوه آخرش هم میوه. آره، بعد از غذا میوه. و اصرارم میکنم بخور، غذات هضم میشه. آره بابا، بالا به خدا غذا اون هضم نمیشه، ولی باز اصرار میکنم مجبوری آخر بخوری غذات هم هضم نشه. ولی به هر حال این میوه میمونه روی غذا. بله. توی معده. بله. و بعد طبقه آره میمونه رو. بعد باعث میشه که نمیتونه بره پایین و باید بره پایین. و وقتی میمونه اونجا، چون غذا خودش میخواد هضم بشه، یه ایجاد پیتروفاید میشه، تخمیر میشه. مثل اینکه بدن صبر میکنه، اول هرچی اول رسیده بهش برسه. دقیقاً. و بعد اون چون مانع میشه، غذاها مانع از این میشه که میوه چون میخواد فوری هضم بشه بره پایین، میمونه اونجا. بعد میوه هم خب شکر داره دیگه. شکر هم با این غذا قاطی میشه، اون یه مقدار ایجاد سوء هاضمه، ناراحتی و مشکل میکنه و هضم غذا رو خیلی عقب میندازه و به تاخیر میندازه و اصلا شاید درست غذا هضم نشه. من فکر میکنم که هممون فکر میکنیم که همه رو میندازی تو تانک، همش با هم دیگه. آره، خیلی فکر میکنم ماشین چیزه، لباسشوییه. بله، همه رو میندازی، فرقی نمیکنه. مثلا اینجوری میره، در صورتی که معده اینجوری نیست، بیشتر اینجوریه. بله. یعنی از اینجوری میره و وقتی که بریزی روش همونجور میمونه اون رو و خب مانع از هضم غذا میشه. خیلی چیزا رو بهتره که با هم نخوریم. چه کتاب من البته بله نشان. منم خوندم چند تا. مثلا سبزیجات رو با میوه‌جات باز میگن بهتره که نخوریم با هم، به خاطر اینکه سبزیجات بیشتر توی روده است، روده کوچکه که تقریبا هضم و جذب میشه. مثلا شما میگین سبزیجات وجتبل. وجتبل. آره. ولی میوه مثلا همون توی معده همونجوری فوری سری میره پایین. اینو دو نوع طریقه هضم متفاوتن با هم. یا مثلا این برای ما ایرونی‌ها خیلی جالبه که همیشه هم می‌خوریم که کربوهیدرات رو میگن با مثلا با پروتئین نباید خورد. خب ما خورشتمون همیشه پروتئینه با بله. تمام غذاهای ایرونی اکثرا خورش و یا مثلا نون، پنیر، سبزی، گردو با میذاریم همه رو با هم. آره، حالا شما قرار نیست پنیر بخوری. آره، قرار نیست، ولی آره. خب خیلی آره. برای همین اینا یه مقدار اگه توجه، به خصوص کسانی که مثلا دستگاه گوارششون خوب کار نمیکنه، اگر یه مقدار این غذاها رو اصلا تفکیک بکنن و بخورن، میبینن که چقدر نتیجه براشون بهتره. درست. پس شما میگین که سبزیجات رو با میوه خوردن، سبزیجات با میوه جات بهتر قاطی نشه. با سبزیجات، ولی سبزیجات با مثلا هر نوع غذای دیگه میشه، مثلا با چربی ها میشه،
با پروتئین هم میشه. پروتئین هم میشه. همین می‌خواستم بگم. ولی میوه جات نه. میوه جات باید اصلا کاملا مثل این که تنها خورد بشه. اصلا به خصوص ملن ها، یعنی هندوانه. میگن یه مثال انگلیسی هست هندوانه و تالو گرمه که میگن eat alone or live alone. بخور با هم دیگه، اصلا ولش کن. یا تنها بخور با هم دیگه، نه یا با هم دیگه چی شد؟ ملنا رو منظورم، ملنا رو. ملنا رو با هم چرا میخوای بخوری شما؟ ملنا رو نباید. یعنی میخوای حالا یه هندونه رو بخور بعدن طالبی گرمکشو بعدم. خب مثلا فروت سالاد میدونم که فروت سالاد میتونی بخور، ولی اگه ملن باشه با هم اشکال نداره. ولی مثلا حتی ملن با میوه های دیگه یه مقدار باز ایجاد اختلال میکنه، ولی اونقدر مهم نیست. حالا دیگه اینم یه بحث خیلی خوبی بود که میتونیم با دکتر باش حرف بزنیم در موردش، ولی حالا دیگه برای شو امروز حرف زدیم دیگه، حرف زدیم ولی خب هنوز میتونم خیلی حرف مونده. مرسی از شما دکتر. خواهش میکنم. مرسی از شما. مرسی.